همراه میشیم با همکارم بردیا افشین که از شهر گلاسکو همراه ما هست. بردیا برای ما بیشتر بگو از تجمعاتی که اتفاق افتاده اونجا. هوای غمبار گلاسکو باعث نشده که این جمعیت پرشور اینجا گرد نیان. بارون شدیدی میاد ولی ده ها هزار نفر در این راهپیمایی شرکت میکنن و همینجور رفته رفته به این تجمع اضافه میشه. اینا فعالان محیط زیستی هن که الان به هر چیزی دم دستشون گیر بیاد میکوبن و محکمترین فریادها رو میزن که شاید اصحاب قدرت و ثروت که کمی دورتر در مرکز برگزاری همایش جمع شدن صداشون رو بشنوند. اونها تاکیدشون بر عدالت اقلیمیه و به خصوص امروز که موضوع بررسیه، اون چیزی که داره بررسی میشه در گلاسکو در همایش، موضوع طبیعت و شعارهایی که اینجا داده میشه، شعارهایی که مربوط به اونه، به خصوص بر مسئله کشاورزی اینها تاکید دارن. مثلا من شعارهایی میبینم که تاکیدشون بر اینه که جامعه جهانی برای اینکه بخواد با تغییرات اقلیمی مقابله کنه، یکی از راههایی که میتونه داشته باشه تغییر در عادات غذایی، در نتیجه اون تغییر در کشاورزی. من کلامو سر میذارم چون بارون شدید میاد، البته میتونم تحملش کنم. به این اشاره کنم که همونجوری که خودت اشاره کردی، امروز روزیه که در سراسر جهان در نقاط مختلف فعالان محیط زیست کنار همیان، روزی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اونها همگی امروز رو یک روزی میدونن که میتونه نقطه عطفی باشه در مبارزاتشون، مبارزاتی که به خصوص در این چند ساله افزایش پیدا کرده. اونها میخوان که تاکید کنن بر یک پیام کلی و اون اینه که در افزایش دمای جهان، میانگین دمای جهان در پایان قرن جاری باید حدوداً 1.5 درجه باقی بمونه. البته ما شاهد این بودیم که در این نشست تمام سران کشورهای عمده، به خصوص حتی مثلا کسی چون جان کری که در واقع نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اقلیمی، تاکیدش بر این بوده که گروه 20، گروه کشورهای پیشرفته ثروتمند، میخوان تاکید کنن که اون سقف 1.5 درجه رو نگه دارن. اما این عده که اینجان تصور میکنن وعده هایی که داده شده لازم الاجرا نیست و خواستار وعده هایی هن که ضرورت و فوریت توشون باشه و لازم الاجرا باشه و این خواسته اینها رو ببینن و اینها بتونن به اون دولت مردان و زنان قدرت اعتماد کنن. بسیاری از توضیحاتت ممنونم بردیا افشین، همکارم که از خیابان های شلوغ شهر گلاسکو در اسکاتلند با ما همراه بود.